موضوع بسیار مهمه که در این بخش انتخاب کردیم. سلسله بحثایی که با دکتر صاحب داشتیم راجع به مادران و خواهران بسیار عزیز ما، و امروز هم یک موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردیم که امراض قلبی در جریان بارداری چگونه هست و چگونه به وجود میآید، عرایض علائمش چگونه هست. خواستیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم و دعوت کردیم از دکتر زرغونه مهدی، متخصص امراض نسایی ولادی هستند و روی موضوعی که امراض قلبی در جریان بارداری چگونه هست بیشتر صحبت می‌داشته باشیم. عرض سلام درود دکتر صاحب، خیلی خوش آمدید. تشکر می‌کنم زیاد. بنام علی منان هم سلام و وقت بخیر حضور شما و دوستای بیننده دارم. صحت و عافیت هم شما رو آرزو دارم. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. سپاسگزار هستم که باز هم حضور سبز شما را در برنامه صبح فردا داریم. دکتر صاحب، روی موضوع امراض قلبی در جریان بارداری خواهیم صحبت کرد. در پرسش اول باید گفت که بارداری دوران مهمی هست. حالا امراض قلبی در یا متکالف قلبی در جریان بارداری چگونه هست؟ همطور در جلسات گذشته یادآور شدیم، البته دوری بارداری در دوری حساس است که یک سلسله تغییرات طبیعی هم در وجود خانم ها پیدا میشه. بله. و این تغییرات طبیعی یا نرمالی که در وجود خانم ها هست از سبب تغییرات هورمونی و اصلا وجود یک آمادگی می داشته باشه تا جنینی که در بطن است رو به شکل سالم رشد بده و به اصطلاح تا وقت ترم یا به وقت پختگی برسه. اینا البته وجود کوشش میکنه که اینا سخت نشه و خون رسونی به شکل درست شوه، اکسیژن، مواد غذایی در جنینی که در بطن است به صورت درست برسه. بله. البته این تغییرات که به وجود میایه یقینا وجود هم فعالیت غیر طبیعی خودش شروع میکنه. اگر مویره در روزای حادی این مسئله باشه واقعا تغییرات بسیار زیاده می باشه، اما در غیر برداری هدف مند. اما در برداری باید یک مادر یک آمادگی خود داشته باشه. وقتی که خانم بردار میشه در قلب هم یک سر تغییرات خود میاره. امی خود قلب مجبورن با پمپاش یا حرکات که میکنه که خونه به تمام بدن و در من جمله به جنینی که در بطن میخواه رشد کنه برسانه. پس باید فعالیت از زیاد شد. فعالیت از زیاد میشه، حجم خون زیادتر زیاد میشه، حرکات از زیادتر میشه، فعالیت از زیادتر میشه. یعنی در حالت نرمال اگر قلب 50 تا 100 ضربه فی دقیقه بگیره تا 100 دم نرمال است، اما در وقت بارداری 10 الا 15 ضربه فی دقیقه بلند میشه. وقتی که بلند شد پس حرکت ازی فعالیت ازی قلب زیاد میشه. اگر وجود موف باشه یا قلب کدام مشکل داشته باشه یقیناً این حالت ها بالای وجود مادر و جنین تاثیر منفی میکنه. خب کدام اینا باید بگویم که کدام مادرها مساعد به این مسئله است؟ مادرهایی که بالاتر از سن 35 باردار میشن اینا چرا این مشکل می داشتن؟ سن داره بالت بالا رفتن است، امکان داره که این خانم غیر برداری چربی خون داشته باشه، شکر داشته باشه، فشار بلند داشته باشه. اما اگر نداشتن باشه وجود از این مساعد در زمان برداری مساعد به مسئله است، امکان داره بعد از ماه 5 فشار بلند بریز پیدا شه یا که به نام اکلمسی و پر اکلمسی میگن فشار آملگی است یا توکسیمیای آملگی میگه و شکر هم پیدا کنن. نظر به اینکه پلاسنتا خودش گلایکوژن یا مواد قندی را تصفیه و تجزیه میکنه هم قند خون بلند میره، پس یک دیابت آملگی یا شکر زمان آملگی بریز پیدا میشه. و از طرف دیگه چون وجود دیسن داره نسبتاً ضعیفتر میشه، شاید تغذیه نامناسبان باشه، ای کم خون باشه. ای کم خونی از این خب قلب مجبورن فعالیت خود پیش میبره. وقتی که بخواه به هر حالت مواد
غذایی به خصوص خون و اکسیژن به جنین برسانه، اینو فعالیت خود پمپاش خود زیادتر میکنه. پس این نیست که خانم احساس تغییرات بسیار زیاد به او بی پیدا میشه. دیگه بدن استرس های روحی هم رول میداشته باشه. بعضا حمل ناخواست است، بعضا از جنسیت طفل خود ناراحت هستن، بعضا ها مواد محیط نامناسب دارن، خانم های هستن شاغل هستن، مجبور هستن که البته مصارف خودشان تهیه کنن. از این سبب این هم یک استرس است و فکر میکنن که اگر من در این مصروفیت حمل پیشرفت کنه وجودم سنگین شد، هم بچه قسم فعالیت پیش بریم، این مسائل است که روی خلب تاثیر منفی خودم میکنه. بله. اینو بگویم که چه قسم یک خانم میفهمه که من شاید مشکل قلبی داشته باشم. بله. در اولین قدم اینا امکان داره در ابتدا در حالت فعالیت و یا حرکت که میکنن یک قیدی نفس پیدا میکنن، از این رو به نام اسرت تنفس میگن که فقط یک چند قدم میرفت اینو باید نفسک میزنن، این قیدی نفس پیدا میشن در اولا. بعدن که این مسئله پیش رفت همیشه دالت نشسته و استراحت، این هم تنگی نفس پیدا میکنن. بله. نمیست یک نشانی کمه امی تکلیف قلبی است. دومی که تپش زیاد یا تکیکاردی قلب، یعنی قلب تکان زیاد میشه، نبضانش بسیار سری میشه. در حوالا همونطور که گفتیم در مثل نفس تنگی وارد حالت حرکت یا فعالیتی کف میشه، بدن که آسته آسته عملش بزرگتر میشه، این شاید حالت استراحت و حالت نشسته همین مسئله رو پیدا کنه. دیگه اینا بسیار یک قسم سرچرخی یا سبوکی سر پیدا میکنن، میگن سر میره بسیاری هم بطور اینمی مثلا هم است که فعالیت قلب درست نمی باشه، خون رسانی به مغز نمیشه، به این خاطر این مسئله دیده. و دیگه این که چشماشون تاریکی میکنن، وقتی میخواه ببینن یک جایی نه پیش روی چشمشان یک سیاهی یا پرده واره داده چی میشه یا یک قسم بلبلک میشه. این حالت است که امکان داره که مشکل قلبی زیاد شروع شده باشه یا حتی تا اندازه پیش رفت داده باشه. در این می حالت که خانم میبینه و دیگه بسیار عرقالود و خسته و کسل و بیشتی و هم در پولیش میشن. این حالت داره که خانم حامله ببینه باید فکر کنه که یک دفعه باید مراجعه شد تا دیده شد که واقعا مشکل قلبی یا مشکل شش یا کمخونی نمیسی حالت این مسائل حتما پیدا میشه یا فشار بلند. بله دقیقا دکتر صاحب، واقعا نکات خیلی خوب ارزشمند دیر اشاره کردن، روی علت عامل صحبت داشتین و همچنان روی عرایض و علایمش. خوب است که مردم بدانن که بعضی ها دوچاری همچون مشکلاتی که میشن فکر میکنن شاید به خاطر حاملگی همچون مشکلات بر ما پیش میاد، ولی خوب است که نزد دکتر صاحب هم مراجعه کنن. خب دکتر صاحب، زمان که یک مادر در زمان بارداری دچار همچون بیماری های میشه، این بر جنین هم میتونه تاثیر داشته باشه یا جنین هم میتونه به بعد از اینکه به دنیا میایه دچار همچون بیماری های قلبی شود؟ بسیار البته نظر و تحقیقات شده خانمی که قبل از بارداری مشکلات قلبی داشته باشه، خصوصا مشکلات مادرزادی قلب، از 100 خانم 3 همی خانم طفلایشان به عین مشکل مصاب میشه که دیده شده، یعنی این میتونه هرسی هم باشه. اما خانمی که البته قبل از بارداری داشته یا نفهمیده یا قبل پیشرفته نبوده، در جریان برداری این مشکل برشان آگاه شدن که من این مشکل دارم، اینا در این حالت طفلای از یا هم یک کارد میپتی میگن که همی عضلات قلب طفل زخیم میشه. این چی حالت است؟ این از سبب چی میباشه؟ چرا که طفل اکسیژن کمتر میگیره، مواد غذایی کمتر میگیره، این همه طوره که وجود مادر فعالیت میکنه تا که خون رسانی و غذا رو به تمام وجود مادر برسانه، از وجود طفل هم در داخل بطن فعالیت قلب طفل زیاد میشه. بله. این زیاد میشه تا اکسیژن برسانه. در پلوی ازی که
طفل همی عضلات قلب فعالیت زیاد میکنه، به او خاطر از اثر فعالیت زیاد عضلات قلب از دبل یا زخیم میشه. و دیگه ای که اکسیژن در وجود جنین کم میشه، همی کم بود اکسیژن میتونه صدمه با تمام وجود طفل برسانه و از جمله در مغز و قلب طفل. از این سبب خانمایی که هم تکلیف های قبلی یا بدن می داشته باشه 1 یا 2% تا 3% طفلایشان هم به می مشکل به دنیا می. بله دکتر صد، یعنی که مادری مشکل داشت امکان داره که جنین یا طفلی که به دنیا میایم همین مشکل داشته باشه. بله دکتر صاحب، حالا مادری که در دوران بارداری هست به ازیم آگاه شده که مثلا من مشکل قلبی دارم، بعد از او دواها یا داروهایی که استفاده میکنه چقدر میتونه روی خود مادر تاثیر بگذاره؟ داروهای قلبی فرمودی شما که مادر است قبلا آگاه است، بعض دوار میگیره، این وقتی که اینا باردار میشن باید تو دوا قانونی قطع شود یا تغییر داده شود. نظر به هدایت دکتر مالشون باید دواشو تغییر داده شود. اگر خانم امو دوار استفاده میکنه و بدون از اینکه مراجعه کنه یا بدون از اینکه از دکتر مالج خود مشوره بگیره که من آیا برداری بر من خطرناک است یا نه، اجازهش بگیره این کارو بکنه، که اکثرا نمود شده بسیاری دکتر صاحبا اجازه بردار شدن ندادن. خانم میایی که تصادفی یا خودش خواسته این بردار شده، در این حالت دوای خودم قطع کرده، دوای خود قطع کرده، هنمیست که مشکلات خانم در چند شده و طفلم بالکل در ماه اول به خطر مواجه شده، سبب سخت از شده. سخت خودش یک پروسی بسیار بسیار مشکل است برای یک مادر. فکر کنین همین سخت یک درد بسیار شدید می داشته باشه و یک خونریزی. از طرف دیگه خود مادرم توانایی حل وزی توانایی از این نداره که این پروسه را پیش ببنی، نمیست که مشکل خوب بر طفل شد. امکان داره که اکثرا مادرها جان خدا به می خاطرم از دست دادن، چون از دکتر خود مشوره نگرشن یا امون دواره ادامه دادن که خودشان خوب بوده طفلشان زایی شده یا معیوب شده، یا اینکه اگر دواره قطع کردن هم طفل از دست دادن هم خودشان، که شاید این مسئله ما بسیار زیاد است. بله، یعنی در کل باعث از این میشه که حتی طفل اگر سالم به دنیا بیایه یعنی مشکل داشته باشه، معیوب باشه، معیوبیت زیاد می داشته باشه. بله دقیقا دکتر صاحب، خوب است که روی راه های پیشگیری و جلوگیریش هم صحبت داشته باشن دکتر صاحبی، که چگونه پیشگیری داشته باشن از این تکالیف بیماری در دوران بارداری. در قدم اول اینو باید خود مالج خود باشن. بله، استراحت برای اینو بسیار خوب است. غذایی که بسیار چرب و نمکی و پروتین بسیار بلند داشته باشه باید نگیره. یعنی به در مجموع غذای ثقیل و دیر هضم، که یعنی غذایی که بسیار ثقیل دیر هضم باشد یقینا چربیشان بلند می باشه، پروتینشان بلند می باشه و دیر هضم میشه. این نمیست که اگر و نمک زیاد این که بگیرن، چون اینا در پلوش استراحت هستن این هضم درست نمیشه، یک مشکل میده هم برای اینا پیدا میشه، چربی خون از اینا هم بلند میره، از سبب نمکی که میگیرن فشار از اینا هم بلند میره، تکلیف قلبی را دوچند میکنن. غذایی که باید اینا بگیرن غذای بسیار سبک و ملایم باشن. اگر هست ترکاری ها و سبزیجات زیادتر استفاده، ترکاری ها و میوه ها زیادتر استفاده کنن برشان بهتر است. محصولات شیر که اگه بسیار چرب نباشه، مثلا شیر و ماست، اینا هم میتونن استفاده کنن. با می غذا میتونن که مشکلشان دوتر رفع شه. بعد از هر غذا میتونن یک چند قدم حرکت داشته باشن تا که این غذایشان هضم شود و به خصوص یکان گردش صبحانه که داشته باشن اکسیژن صافه که بگیرن برشان بسیار خوب است. در خیر از اون بعض دوایی که ویتامین ضروری وجودشان از هم بگیرن و دکتر مالج خود هم در جریان بان. این مثلا است یک پیشگیری بسیار خوب است. به می شکل که اگر اینا این مسئله را رعایت کنن ادامه حملشان به بسیار خوبی می باشه. بسیار عالی، تشکر بابت تشریف آوری شما دکتر.